او رضا بیناباشی نام دارد و یک کشاورز روستایی است اهل کلاته رودبار. او و علی رضا هراسانیان هر دو از این روستا آمدند. آن دو اکنون 43 روز است که در این پادگان آموزش رانندگی و نگهداری لودر می‌بینند. مراقب باشیم که جثه نحیف او بر بلندای پیکر قولاسای لودر ما را به اشتباه نیندازد. انسان ظاهرگرا سخت در معرض این اشتباه است که حول قدرت را به اسباب ظاهری آن رجوع دهد و از مبادی اصلی اراده و قدرت غافل شود. اگر انسان به اسباب ظاهری قدرت اتکا کند، برده آن می‌گردد و آنگاه شجاعت او تنها در پناه سلاح‌های پیشرفته و مدرن ظهور می‌یابد و شجاعتی این چنین سرابی بیش نیست. سربازان آمریکایی موش‌هایی هستند که در عالم سراب‌انگیز وهم و در ظل نشأه الکل و مورفین خود را شیر می‌بینند، حالان که شیر حقیقی یعنی اسدالله الغالب به قول یکی از سرداران سپاه اسلام آن بلدوزرچی رشید است که بر پیکر حجیم یک غول آهنین سوار شده و ترس و زبونی را سنگر به سنگر و خاک ریز به خاک ریز تعقیب می کند. بله. شغل قبلی شما چی بود؟ شغل قبلی ما کشاورز بودیم و دامدار بودیم. حالا چه وقت دادن آموزش میدیم؟ حالا نزدیک 45 روز آموزش میدیم. چند روز دیگه شمونده؟ ما گفتن 45 روز آموزش میدیم، حالا 2 روز دیگه مانده که. بله، بس 45 روز چی کار میکنی؟ بس 45 روز میریم دو جفه دیگه، جفه برای خوابگیز برم برای دشمن دیگه. بله، آتر شما رفتن آموزش رو در گلدزه رو برای جفه رفتن انتخاب کردیم؟ خواهیم بهتر انا هم بسیجاش خود رفتم، ولی ما رفتم برای این خواهیم بهتر سنگر ساداری بی سنگر خواهیم برای خاکریز بزن اصیب و اینایی دی خاکریز بزنیم بتنیم دشمن بتنیم نیروهای ما پیشرفت کنن خواهیم برای چی به سردامیان نابودش کنیم شما. برای چی به راننده های لودر و بولدوزر بچه های مهندسی را از این جاز سازندگی اسم سنگر سازان بی سنگر رو روشون گذاشته؟ دیگه الان خاکریز میزنن ولی اینا سنگر ندارن دیگه، فقط خوشا سنگر میزنن دیگه، معلومه که دیگه سنگر ندارن ولی ما سنگر میزنن دیگه. شیر خدا علی است و آنکه علی وار زندگی خیش را وقف جهاد فی سبیل الله کرده است. رضا و علی رضا هر دو کشاورز هستند و از روستای کلاته رودبار آمدند. داستان از این قرار بوده است که تقریبا 2 ماه پیش یک روز که آنها در مزرعه مشغول کار بودند، ناگاه نغمه روح بخش سروشی الهی فضای روستا را پر می کند و جبهه را به روستای کلاته می آورد. در یک تصویر رضا بیل می زند و خاک را از خار و علفهای هرز پاک می کند و علی رضا بذر می پاشد. بذر که پاشیده شد دیگر تا آخر زمستان می توان به جبهه رفت و در رکاب آقا امام زمان علیه السلام جنگید. تصویر بعد اتومبیل پشتیبانی جنگ است که از راه میرسد. بسم الله الرحمن الرحیم. برخیزید ای دولتمندان و این حزب جنایتکار را در هم کوبید و صدام و رفقای تاجر او را به جهنم فرستید از فرمایشات فرمانده کل قوا امام خمینی.
نفس نیروهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی در قبل و بعد از عملیات در کسی پوشیده نیست. لذا جهت این امر مهم پارگان آموزشی شهید ساجدی، جهت آموزش سنگرسازان بیسنگر، رانندگان لودر، بولدوزر، گریدر، بیل مکانیکی و کمپرسی مشمول و داوطلبی پذیرد. مشمولین و داوطلبی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی واقع در میدان امام دامغان مراجعه نمایند. تاریخ شروع دوره 12/7/66. برخیز ای چاوش شهر عشق، برخیز غسل زیارت کن ز نهر عشق، برخیز. آب این سروش را خوب می شناسد. او در عمق خلقت خیش با این نغمه الهی متحد است و گوش های شنوا همین سروش را از ذرات وجود او یکایک خواهند شنید. دیوارهای کاه گلی نیز، درخت نیز، که پیمان بلا دارد بیاید، هر سر که پیمان بلا دارد بیاید، هر کس هوا. این روستا در کجای سیاره زمین واقع است و سیاره زمین در کجای آسمان لایتناها؟ انسان آنگاه که در برابر بی نهایت قرار می گیرد، به فقر ذاتی خیش پی می برد و خوشا آن کس که دریابد عزت او در این فقر است. الفقر و فخری.